خط خبرها. نیازمندی 23 میلیون تن به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان. صندوق کودکان سازمان ملل در گزارش تازه اش گفته که 23 میلیون تن به شمول 12 میلیون کودک در افغانستان نیازمند کمک‌های بشری اند. لحاظ کمک به زنان متشبه سرمان هم میتونه نقش مثبت و بارزنده داره، مانند بلند بودن میزان اشتغال و غیره به فکر اقتصاد داشته باشه. طوفان شدید در جنوب چین منجر به کشته شدن حداقل 5 تن شده است. رسانه های جهانی گزارش داده که در اثر این طوفان 5 تن کشته و بیش از 30 تن دیگر زخم برداشتند. سلام، امروز یک شنبه 9 ثور 1403 هجری خورشیدی که مصادف است با 28 اپریل 2024 میلادی. در مجموعه خبری امروز با من بنظیر بدتاش خوش آمدید. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در گزارش یک ماهش گفته که نزدیک به 24 میلیون تن به شمول 12 میلیون کودک در افغانستان نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارد. در گزارش این سازمان تأثیرات درگیری‌های طولانی، تغییرات اقلیمی، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری از عوامل عمده افزایش فقر در این کشور عنوان شده است. در این گزارش همچنان آمده که بارندگی‌های شدید در سراسر کشور در ماه مارچ سال جاری سبب تخریب بیش از 1500 جریب زمین، نزدیک به 600 منزل مسکونی و سایر زیرساخت‌های طبیعی در 7 ولایت افغانستان شده است. بیش از 12 میلیون کودک در افغانستان نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در گزارش یک ماهش گفته که نزدیک به 24 میلیون تن به شمار 12 میلیون کودک در افغانستان نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند. در گزارش این سازمان آمده که تأثیرات درگیری‌های طولانی، تغییرات اقلیمی، رکورد اقتصادی و افزایش بیکاری از عوامل عمده افزایش فقر در این کشور عنوان شده است. برای اقدام کمک‌های بشردوستانه برای کودکان در افغانستان به 1.4 میلیارد دلار نیاز است که تا اکنون تنها 35% آن تأمین شده و مداخله در اجرای فعالیت‌های بشردوستانه چالش‌های محیطی و محدود کردن مشارکت زنان در امر کمک رسانی را از عوامل اصلی محدود شدن فعالیت‌ها می‌باشد. کمک‌های بشری در نوع خودش به هر سکتور می‌تواند سربخش باشد، ولی در بُعد ساده معدل بیشتر. لحاظا کمک به زنان متشبه سرمان هم میتونه نقش مثبت و برازنده را مانند بلند بردن میزان اشتغال و غیره به پیکر اقتصاد داشته باشد. در این گزارش همچنان آمده که بارندگی های شدید در سراسر کشور در ماه مارچ سال جاری سبب تخریب بیش از 1500 جریب زمین زراعتی، نزدیک به 600 منزل مسکونی و سایر زیرساخت های طبیعی در 7 ولایت افغانستان شده است. در وضعیتی که ظرفیت داخلی و منابع اقتصادی کشور ضعیف است و در رسیدگی به بحران بشری نمیتونه نقش چندان مهم بازی بکنه، ادامه کمک‌های جهانی برای رسیدگی به بحران بشری افغانستان میتونه نقش اساسی، کلیدی و سازنده بازی بکنه. بر اندازه که این کمک‌ها بیشتر شود، بر اون اندازه در کاهش سطح بحران بشری میتونه مؤثریت ویژه خود را داشته باشه. یونیسف در این گزارش نیز تصریح کرده که در ماه گذشته میلادی بیش از 9 میلیون کودک زیر 5 سال به بیماری‌های مختلف مبتلا شدند و از این میان بیش از 39 هزار تن که 56% آن را دختران تشکیل می‌دهند برای درمان بستر شدند. دولت کانادا در نظر دارد تا کمک‌های انکشافیش و افغانستان را اثر گیرد. سناتوران کانادایی می‌گویند که آنها در قبال مردم افغانستان به ویژه زنان وظیفه ویژه دارند. این در حالی است که قانون جدید در کانادا به سازمان‌های کمک رسان اجازه داده تا به امارت اسلامی برای کمک‌های بشردوستانه تعامل کنند. روزنه‌های روشن به سکتور اقتصادی افغانستان. پس از مسدود شدن کار سازمان‌های خصوصی در افغانستان بود که امیدها برای شکوفایی اقتصادی در افغانستان به یأس خورد. آنچه امارت اسلامی همواره با این ادعا مخالفت خود را آفتابی کرده است. و اما حالا دولت کانادا می‌گوید این کشور کمک‌های انکشافیش به افغانستان را از سر می‌گیرد.
من باور ندارم که بتوانم تاریخ را تغییر دهم، اما ما می توانیم از نظر کمک های بشر دوستانه و توسعه در خط مقدم باشیم. با این همه نهادهای حکومتی در کانادا این روند را مخالف ارزش های دموکراتیک می دانند. خانم اتاوا سناتور کانادایی اما در مورد این گفته ها می گوید ما در قبال افغانستان به ویژه زنان مسئولیت جدی داریم و باید از این باعث به افغانستان کمک کنیم. اما واقعا این تلاش ها چقدر بر سکتور خصوصی افغانستان مفید واقع می شود؟ حوادث طبیعی هم بیداد می کنه و 9 بار زلزله در هرات بر مصیبت های قبلی یک رقم بزرگی از آوارگان، بی خانمان ها و گرسنگان افزود. آدم هایی که زندگی نسبتا مرفعی داشتن یا حداقل یک زندگی متوسط داشتن، اونا هم به جمله فقیرا شامل شدن. و شوربختانه حجم کمک های جامعه بین المللی به افغانستان هر روز کم شده میره و منابع داخلی هم کافی نیست. بنان باید تلاش صورت بگیره که هرچی زودتر از منابع داخلی و خارجی کمک ها زیاد شود تا از فاجعه انسانی در آستانه زمستان جلوگیری کردن بتانیم. از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی بود که امیدها از شکوفایی روند اقتصادی در افغانستان به یأس خورد. آنچه حکومت سرپرست با برخ کشیدن برنامه های اقتصادیش پیوسته به آن دست رد می زند. عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس وزیران امروز با فضل محمد حقانی سفیر افغانستان در ایران دیدار نموده است. ارگ در خبرنامه گفته است که امارت اسلامی تلاش می کند تا به مشکلات مهاجرین افغان مقیم کشورهای همسایه به ویژه در ایران رسیدگی کنند. از سوی هم شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم در دیدار با بلال کریمی سفیر افغانستان در چین در پیوند به قراردادهای معادن مس عینک اول و دوم و حوزه نفتی آمودریا گفتگو کرده است. دیدار مقام های امارت اسلامی با نمایندگان کشورهای ایران و چین. عبدالسلام انفی معاون اداری رئیس وزیران امروز با فضل محمد اقانی سفیر افغانستان در ایران دیدار نموده اند. ارگ در خبرنامه گفته است که امارت اسلامی تلاش می کند تا به مشکلات مهاجرین افغان مقیم کشورهای همسایه به ویژه در ایران رسیدگی کند. با حاکمیت امارت اسلامی برای حل مشکلات مهاجرین، بازرگانان و محصلان افغان اقدامات لازم صورت گرفته است. دولت‌ها و دیگر سازمان‌های حقوق بشر باید به تلاش برای حفاظت از حقوق انسانی این مهاجران تلاش بکند و اقدامات لازم را برای حفظ امنیت و رفاه این افراد در نظر بگیرند و همچنان توجه به مسائل اقتصادی و اجتماعی و ارائه حمایت‌ها و خدمات لازم برای آنها نیز می‌تواند به بهبودی وضعیت آنها کمک بکند. و مهمترین مسئله این است که سازمان‌های بین‌المللی و دیگر سازمان‌های حقوق بشر به این موضوع توجه بکند. از سوی هم شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معدن و پترولیم در دیدار با بلال کریمی سفیر افغانستان در چین در پیوند به قراردادهای معدن مس عینک اول و دوم و حوزه نفتی آمودریا گفتگو کرده اند. تعقیب کردن کارهای اداری و قراردادی از طرف وزیر معدن با نماینده های افغانستان در چین، خصوصا معدن مس عینک و نفت آمو، و از طرف دیگر عبدالسلام حنفی که با نماینده افغانستان در ایران در مورد مشکلات مهاجرین گفتگو کردند، این کار امارت اسلامی قابل تقدیر و تحسین است. در همین حال آقای کریمی اطمینان داده است که در راستای جذب سرمایه گذاران چینایی برای سرمایه گذاری روی پروژه های کاری از هیچ گونه تلاش دریغ نخواهد کرد. دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد با رئیس بخش روابط آسیایی اتحادیه اروپا و هیئت امرایش دیدار کرده است. بر اساس خبرنامه وزارت تجارت، اتحادیه اروپا گفته که به هدف پشتیبانی از سکتور خصوصی در افغانستان، این اتحادیه بیش از 11 میلیون یورو را اختصاص می‌دهد و برای 30,000 نفر فرصت‌های کاری را مهیا خواهد ساخت.
از سوی دیگر اتحادیه اروپا از کمک های 15 میلیون یورویی برای جلوگیری و درمان سوء تغذیه برای زنان و کودکان و بهبود ارائه آب و فاضلاب در افغانستان و یونیسف کمک کرده است. دیدار سرپرست وزارت اقتصاد با رئیس اتحادیه اروپا. دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد با رئیس بخش روابط آسیایی اتحادیه اروپا و هیئت همراهانش در کابل دیدار کرده است. بر اساس خبرنامه وزارت اقتصاد اتحادیه اروپا گفته که به هدف پشتیبانی از سکتور خصوصی در افغانستان این اتحادیه پیش از 11 میلیون یورو را اختصاص می دهد و برای 30,000 تن فرصت های کاری را مهیا خواهد ساخت. در این خبرنامه همچنان آمده است که اتحادیه اروپا 20 میلیون یورو در بخش محیط زیست در 250 ولایت کشور هزینه خواهد کرد. مبلغ 17.8 میلیون یورو به سازمان مهاجرت بین المللی به منظور رسیدگی به چالش های مهاجرین افغان که از کشورهای همسایه به کشورشان بازگشتند مساعدت و پشتیبانی خواهد گردید. برخی تحلیلگران اقتصادی اما این دیدارها را یک گام مثبت عنوان کرده و می افزاید که این کمک ها سبب بهبود نظام اقتصادی شده و فقر را کاهش خواهد داد. من فکر میکنم اگر کمک های اقتصادی صورت بگیره بدون شک هم میتواند در بخش های مختلف افغانستان کمک بکنه و آباد بکنه. در پالی از اون چیزی بسیار مهم است بحث اشتغالزایی است، چون کمک های بشردوستانه و کمک های اقتصادی خونه میتونه مشکل فقر و بیکاری را در کشور مدیریت بکنیم. تنها راهی که میتونه مشکل فقر و بیکاری را به شکل نقطه پایان بگذاره و حرکت دادن پروژه انکشافی و توسعه است. از سوی دیگر اتحادیه اروپا از کمک 15 میلیون یورویی برای جلوگیری و درمان سوء تغذیه برای زنان و کودکان و بهبود ارائه آب و فاضلاب در افغانستان به یونیسف کمک کرده است. وزارت داخله امارت اسلامی از رانش یک کو در ولایت لغمان خبر داده است. در اعلامیه این وزارت آمده که در این حادثه 4 تن کشته شده و چندین موتر تخریب شده است. این در حالی است که وزارت فواید عامه امارت اسلامی اعلام کرده است که به دلیل لغزش کو در منطقه بخش از مسیر شاهراه جلال آباد کابل نیز صورت گرفته، موقتا بسته شده و رفت و آمد بر روی همه ترافیک منع است. بسیاری از باشندگان نیمروز از افزایش روزافزون آلودگی صوتی در شهر زرنگ مرکز این ولایت شکایت دارند. از سوی دیگر پزشکان میگویند آلودگی صوتی افراد را به بیماری‌های گوناگون دچار می‌سازد. همزمان با این مسئولان محلی میگویند تلاش دارند تا راه‌ها را برای کاهش آلودگی صوتی در این ولایت بیابند. شرح بیشتر با همکارم عارف عدیل. اینجا شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز است که تانکرهای فروشنده آب آشامیدنی، بستنی فروشان و دست فروشان با استفاده از بلندگوها برای کالاهایی که به فروش گذاشتند بازاریابی و جلب مشتری میکنند. صدای بلند این بلندگوها برای باشندگان این شهر آزاردهنده است و آنان خواهان رسیدگی به این چالش از سوی حکومت میباشند. مر ډیر پازاوی دغه خلکو سره یو خصوصا دغه میوی چې خرڅی دغه خلکو سره پازاوی دغه ګلنګو یی چې د سار تر ماشامه بغاری وي په شهر کې یو بل دغه بستنی والا سره پازاوی بل دغه نور دغه لاکه کونه او دغه بالا او د زیات چې وبه چې خرڅی دغه سره پازاوی دغه سره مر ډیر مشکلاتونه لرو خلک په کور کې مریضان لري اعصاب د ګرد د اکثرت خراب دي دماغونه خراب دي بس د ټایفون چلاندې یا ګویا چلاندې باید د دې ځای مشخص اوسي که کوڅه یې که بازار یې دا 24 ساعت دی کوی کړی دی دا همیشه دا چلند دی په دې خاطر مریضان لرو او مشکلات لري بعضې کسان په شبخانو کې دي حتی نه غواړي چې د یو بل چا خبرې غوږ ونیسي اما کارگیری بیشتر از بلندگوها که آلودگی صوتی پخش می کنند افراد را به بیماری های گوناگون دچار می سازد. همزمان با این مسئولان محلی برنامه‌هایی را برای کاهش آلودگی صوتی روی دست دارند. نمون روستم پا دغا لطکیو چه دغا دمخنیوی پا اکلم یو ناستوال رو دی پا براکیو اقدامات بکو
نو انشاءالله موږ به د ترانسپورت د ریاست همدارنګه د ترافیکو د مدیریت سره په دې باره کې هم یو ناسته ولرو چې څه رقم وکولای سو چې د ښار څخه د الودګي سبتي کم کړو چې د خلکو د اذیت سبب ونه ګرځي. خاطر محیط زیست هدف ما ایست که باید که صلح عملی شوه، قانونی شوه، چون مریضای قلبی است، مریضای داخل است، می آید. زیادتر سبب عوارض جانبی نمینی ها و برینشیت ها پیدا میشه، نفس تنگی ها پیدا میشه. آلودگی صوتی از بزرگترین مشکلات محیط زیستی به شمار می رود و اما در کشورهایی که در آن میزان فقر بلند است، بیشتر حس می شود. وزارت مهاجرین و عودت کننده ها از بازگشت بیش از 800 پناهجوی افغان از پاکستان خبر داده است. در خبرنامه این وزارت آمده که این مهاجرین برگشت کننده که شامل 100 خانواده می شود از طریق گذرگاه تورخم وارد کشور شده اند. در همین حال این وزارت از بازگشت 47 خانواده از طریق مرز اسلام قلعه ولایت هرات نیز خبر داده است. اخراج بیش از 800 پناهجوی افغان از پاکستان. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان از بازگشت بیش از 800 پناهجوی افغان از پاکستان خبر داده است. در همین حال به تعداد 23 تن دیگر نیز از زندان پاکستان آزاد شدند که این زندانیان نیز به گونه اجباری از کشور مذکور اخراج شده و پس از بایومتریک از سوی اداره مهاجرین ولایت ننگرهار برای اخذ کمک‌های بشردوستانه به سازمان ملل متحد ارجاع داده شده است. این زندانیان به گونه اجباری از کشور مذکور اخراج شدند و پس از بایومتریک از سوی اداره مهاجرین ولایت ننگرهار برای اخذ کمک‌های بشردوستانه به سازمان بین‌المللی مهاجرت معرفی شدند. یکی از موارد مهمی که هنگام اخراج‌های اجباری باید در نظر گرفته شود، تفکیک بین مهاجر و پناهنده است. یعنی کسانی که بنا به مشکلات امنیتی نمی‌توانند به افغانستان برگردند، نباید اخراج گردند و از طرف دیگر باید زمینه اسکان و مصارف روزمره کسانی که اخراج می‌گردن نیز فراهم باشد. در خبرنامه وزارت آمده که این مهاجرین برگشت شونده شامل 100 خانواده می شود و از طریق بندر تورخم به کشور بازگشتند. این همه در حالی است که در ماه‌های پسین تعداد بیشماری از پناهجویان از کشورهای همسایه به افغانستان به گونه اجباری به کشور بازگشت داده شدند. طوفان در شهر گوانژوگو در جنوب چین منجر به کشته شدن حداقل 5 نفر و زخمی شدن بیش از 30 نفر شده است. رسانه‌های دولتی تصاویر از خودروهای واژگون شده، درختان از ریشه در آمده را منتشر کرده اند. بر اساس گزارش‌های رسمی 140 کارخانه در اثر این طوفان آسیب دیده اند. مقامات محلی می‌گویند اماکن مسکونی آسیب عمده تا اکنون ندیده اند. جزئیات بیشتر با همکارم احمد شاه شکوهمند. طوفان در شهر گوانگجو در جنوب چین منجر به کشته شدن حداقل 5 تن و زخمی شدن بیش از 30 تن شده است. رسانه‌های دولتی چین تصاویری از خودروهای واژگون شده و درختان از ریشه در آمده را منتشر کرده اند. بر اساس گزارش‌های رسمی 140 کارخانه در اثر این طوفان آسیب دیده است. مقام‌های محلی می‌گویند اماکن مسکونی آسیب عمده‌ای تا اکنون ندیده اند. شهر گوانگجو مرکز استان صنعتی گوانگدونگ است که در اوایل هفته جاری و پس از باران‌های شدید دچار سیل شده بود و 4 نفر در اثر آن جان باخته بودند. با تداوم اعتراضات دانشجویان حامی فلسطین علیه جنگ اسرائیل در غزه در دانشگاه‌های آمریکا بازداشت معترضان نیز ادامه یافته است. در آخرین موردها روز شنبه 23 دانشجو در دانشگاه اندیانا و 102 دانشجوی دیگر در دانشگاه نورد استرین در بوستون بازداشت شدند. مقام‌های پلیس گفتند که از دانشجویان معترض در صحن دانشگاه اندیانا خواستند خیمه‌هایشان را برچینند، اما دانشجویان از این دستور سرباز زدند. آنچه که به گفته پلیس منجر به بازداشت تعدادی از آنها شد. دانشگاه نورد استرن در بوستون هم در بیانیه نوشت این دانشگاه زمانی پلیس را فراخواند که برخی سازماندهندگان غیر وابسته به دانشگاه در میان دانشجویان معترض نفوذ کردند. موشک‌های روسیه تاسیسات نیروگاه‌های مرکزی و غربی در اوکراین را هدف قرار داده است.
بر اساس این گزارش این حمله دیروز شنبه 27 آپریل و با موشک‌های دوربردی از جمله موشک‌های کروز شلیک شد و توسط بمب افکن‌های استراتژیک روسیه مستقر در قطب شمال انجام شده است. گفته می شود این چهارمین حمله هوایی روسیه در مقیاس بزرگ بر اوکراین است. از توجه و همراهیتان سپاس. در ادامه با برنامه‌های بعدی یک باشید. خدا نگهدار.